یاد محمد جراحی رو گرامی می‌داریم، یاد شیرخان آسنگران رو گرامی می‌داریم و یاد فرزاد کمانگر رو گرامی می‌داریم. به سراغ جعفر عظیم‌زاده رفتیم، فعال کارگری و از بنیانگذاران اصلی کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در سال 1383. وی از بنیانگذاران اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار با نام اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز هست. از او راجع به روند و سیر تکاملی فعالیت‌های صنفی کارگران ایران و همچنین تنش‌ها، مصائب و برخوردها با این فعالیت‌ها سوال کردیم. ببینید اگه بخوایم در مورد ببخشیم سیر و تکوین اعتراضات کارگری به شکلی که امروز در جای جای کشور شاهد اون هستیم بخوایم صحبت بکنیم، من فکر میکنم که چندین ده ها جلد کتاب قطور میشه اگر بخوایم حرف بزنیم یا بنویسیم. ولی خب با توجه به فرصت محدودی که الان وجود داره و من ظرف 4-5 دقیقه فرصت باید توضیح بدم، به طورت خیلی خلاصه میتونم بگم که اعتراضات که امروز در کشور شاهد اون هستیم و راستش سال هاست دو دهه است مردم ایران افکار رومی در داخل کشور در سطح بین المللی شاهد اعتراضات گسترده کارگری در ایران هستن. این اعتراضات اغلب از اوایل دهه 80 شروع شد به دلیل اون تعرضی که در دو دهه گذشته به طبقه کارگر ایران به شرایط کارش، زیستش، معیشتش شده بود، از جمله گسترش قراردادهای موقت و سربرآوردن شرکت‌های پیمانکاری، یه جوری منجمد کردن دستمزدها و تعرض به سطح معیشت کارگران. این اعتراضات از اوایل دهه 80 اوج اخراج سازی‌ها اوج بالایی گرفت و به طوری که در همون سال 82 کارگران مثل خاتون آباد در اعتراض به اینکه 200 نفرشون اخراج شده بودن و کارفرما اونها رو به بهانه پایان ساختمان مجتمع اخراج کرده بود، در نتیجه اعتراض کردن در همون دولت اصلاحات در دولت آقای خاتمی 5 نفر از کارگران به علاوه یک دانش آموز با گلوله مستقیم نیروهای انتظامی امنیتی کشته شدن و خب اون یک جوری یک سرآغازی شد به یک معنا و به دنبال اون بود که در سالهای 83 و 84 یواش یواش اون بخش آگاه طبقه کارگر رفتن پای برگزاری مراسم های اول ماه مه و ایجاد تشکل در برخی از محیط های کار و بیرون از محیط کار، من جمله در سندیکای کارگران شرکت واحد تشکیل شد، سندیکای کارگران نشکر افتاد به تشکیل شد، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته های پیگیری هماهنگی و تشکل های مستقل دیگه. اما به محض ایجاد این تشکل ها به شدت مورد تعرض و سرکوب حکومت قرار گرفتن. اعضا و فعالینشون از همون لحظه تشکیلش مورد دستگیری و آزار و اذیت قرار گرفتن و به رغم اینکه طبقه کارگر ایران قادر نشد به واقع تشکل‌های محلی و سراسری خودش ایجاد بکنه، این اعتراضات در درون در واقع سوخت ساز درونی که خود طبقه کارگر داره همچنان با سازماندهی بالایی به پیش رفت، به طوری که امروز دیگه ما با اعتراضات سراسری بازنشستگان مواجه هستیم، از یک طرف اعتراضات گسترده کارگران نفت مواجه هستیم و این اعتراضات به طور جدی پای ایستادن نداره و از اون طرف هم حکومت مطلقاً در این 23 سال به خواستها و مطالبات کارگران مطلقاً توجهی نکرده و این امر باعث شده که از این طرف بحث مطالبه گری، آگاهی در میان طبقه کارگر و تشکل خواهی در میان طبقه کارگر نسبت به دهه های گذشته تا 5-6 دهه پیش در میان طبقه کارگر به عنوان یک طبقه عظیم اجتماعی بیش از پیش جا پیدا بکنه، بیش از پیش جا بیفته و مورد توجه کارگران قرار بگیره. اما در رابطه با برخورد حکومت که آیا تغییری کرده یا نکرده، من به جرات میتونم بگم که این برخوردها به شدت امنیتی تر شده، بدتر شده، به دلیل اینکه مثلا اون موقع سندیکای هفت‌تپه یا سندیکای کارگران شرکت واحد شکل گرفت و برخی تشکلات مستقل دیگه شکل گرفتن، حکومت یه جور نواش اون برخوردی که امروز داره نداشت. امروز الان شما فکر کن میان به یک فعال کارگری میان حکم اعدام میدن، شریف محمدی، و قبل از اون به یکی دیگر از
فعالان کارگری که عضو اتحادیه ما بود، حیدر قربانی، حکم بغی رو داده بودن که البته بعداً ملغا شد، شد 11 سال زندان. میخوام بگم که با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی پدید آورده و تعرضی که به شرایط زیست طبقه کارگر در ابعاد غیر تصور قابل تصوری انجام داده، خب از اون طرف سرکوب رو شدید کرده، تشدید کرده، و از اون طرف اعتراضات کارگری سر ایستادن نداره و هر روزه گسترده تر، وسیع تر، آگاهانه تر و سازمان یافتر میشه. من فکر میکنم در ادامه خودش همراه با اعتراضات مردمی به کل شرایط حاکم بر کشور، طبقه کارگر ایران و این اعتراضات خواهند رفت به سوی تغییرات بنیادین در کشور.